روز گذشته محمود علوی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت در عید قدیر خم زندانیان بیشتری مشمول عفو و رحمت قرار می گیرند و ما منتظر هستیم که هدیه خوبی به این اشخاص و مردم در این روز داده شود. روز دوم آبان ماه سال جاری نزدیک به یک ماه دیگر عید قدیر است. به گزارش ایسنا وزیر اطلاع درباره آزادی زندانیانی که اخیراً آزاد شده اند گفت این موضوع در ایران مسبوق به سابق است. وی با بیان اینکه در حال حاضر یک آرامش در کشور حکم فرماست و نگاه مردم امیدوارانه است گفت رهبری که حکم پدر جامعه را دارند علاقمندند تا چنین فضای استمرار پیدا کند. آقای علوی در این زمینه از توضیح درباره اینکه آیا افراد مورد عفو قرار گرفته دارای جرایم سیاسی هستند خودداری کرد. در همین حال خبرنگاری از آقای علوی در خصوص وضعیت آقایان میرحسین موسوی و کروبی پرسید که وی در این باره گفت من کلیت بحث را عرض نمودم، شما به همین کلیات اکتفا کنید و انشاءالله در آینده هم به امید خدا در خدمتتان خواهیم بود. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز عصر روز گذشته با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و نیز با ابراز خرسندی از اعلام خبر عفو و آزادی 80 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت چرا این تعداد؟ بگوییم همه، مگر کسی که واقعا جنایتی کرده باشد و آن هم در محکمه صالح اثبات شده باشد. آقای خاتمی تأکید کرد که خیلی از این زندانیان سیاسی واقعا کاری نکرده بودند. بسیاری از اتهاماتی که زده شده اتهامات غلطی بود. رئیس دولت اصلاحات در این حال بازتر شدن فضای سیاسی ایران و آزادی شماری از زندانیان سیاسی را مسئله قابل تقدیر خواند. اظهارات وزیر اطلاعات در مورد آزادی تعدادی از زندانیان در عید قدیر در حالی مطرح شده است که اول مهر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از عفو 80 محکوم امنیتی توسط رهبر ایران خبر داده و گفته بود که برخی از این زندانیان از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند. در عین حال اواخر شهریور ماه رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که 15 نفر از زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی از زندان آزاد شدند. فیض الله عرب سرخی، محسن امینزاده، میر طاهر موسوی، علی خدابخش، نسرین ستوده، نادر بابایی، محمد علی ولایتی، حسین زرینی، مهسا امرآبادی، محبوب کرمی، مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی و کفایت ملک محمدی از زندانیان سیاسی بودند که هفته گذشته آزاد شدند.